به تماشا خوش اومدین. من مریم عرفان هستم و برنامه این هفته را از گالری هیوارد شهر لندن اجرا میکنم. در برنامه این هفته تولد و امید و شکست آن، ناکامی های مدرنیته در آثار لیبول، هنرمندی اهل کره جنوبی، لولا اکس وای زی و آهنگسازی با حرکات بدن، سرزمین فیلم جدیدی از بابک جلالی. من امروز به دیدن نمایشگاه لیبول اومدم که میشه گفت معروف ترین هنرمند معاصر کره جنوبیه. لیبول در کارش از دنیاهای فانتزی و علمی تخیلی وام میگیره و سعی میکنه آسیب‌ها و شگفتی‌های تاریخ متأخر کشورش رو بررسی بکنه. قله‌های برفی کوههای پایکتو در مرز کره شمالی و جنوبی گرداگرد دریاچه لبالب از جوهری سیاه. دریاچه سیاه در حمام لبپری تداعیگر شکنجه‌های مخالفان سیاسی کره جنوبی با آب. منظره که نمادی از زیبایی نابی برای دغدغه‌های روزمره، در این حال یادآور خشونتیه که در لحظه لحظه تاریخ متأخر کره جنوبی جاریه. هنر لیبول مثل همین کاره که شاکشی بی امانه بین تولد هر امید و نقشه براب شدن اون. حضور پررنگ امر سیاسی در کار لیبول تعجب برانگیز نیست، چرا که کار هنری لیبول همگام با تحولات تاریخی کره جنوبی پیش رفته. لیبول توی دهه 80 از دانشگاه هنر فارغ التحصیل شد. دهه 80 زمان خیلی مهمی در تاریخ کره جنوبیه. این دوره زمان حمله متقابل به رژیم قبله. سال 1987 ما جنبش دموکراتیک جوان رو داریم که به اولین انتخابات پس از دوره دیکتاتوری نظامی منجر شد. المپیک سئول هم سال 88 بود که کره جنوبی رو به دنیا معرفی کرد. سال 89 برای اولین بار سفر خارجی برای مردم آزاد شد. این شرایط زبان و جایگاه فوق‌العاده‌ای برای لیبول به وجود آورد که از نسل جوانهای یاغی بود. ظاهر متفاوت و نامتعارف آثار لیبول درست مثل المپیک سئول توجه بین المللی رو به کره جنوبی جلب کرد. اما هدف ما در این گزارش اینه که نشون بدیم چطور کار لیبول برای این جذابیت ظاهری در لایه‌های زیرینش مدام در تلاش کشف پایه‌های خشنیه که ثروت کره جنوبی بر پایه اون بنا شده. کره جنوبی از دهه 1960 میلادی به بعد، قبل از اینکه لیبول فعالیت هنریش رو شروع بکنه، صحنه هنر مدرن زنده و پرجنب و جوشی داشت. در این دوران در زیر سایه دیکتاتوری نظامی، نقاشی و مجسمه‌سازی انتزاعی رشد کرد. دولت مخالفان رو با شدت و حدت سرکوب میکرد و با هدف صنعتی کردن جامعه با زور و فشار کره جنوبی رو مدرنیزه کرد. هنرمندایی مثل سون تکلی به این روند صنعتی شدن به اشکال مختلف واکنش نشون دادن. اونا گاهی از مواد و مصالح و استتیک دنیای صنعتی استفاده می‌کردن تا این تغییر شکل سریع کشورشون رو به نمایش بذارن. گاهی هم هنرمندا در کارشون به سبک‌های قدیمی برمیگشتن و به اونا ارجاع می‌دادن. این سنگ‌هایی که تو این کاری که کنار دست من هست می‌بینید، توی تارکشی در بافندگی سنتی کره جنوبی ازش استفاده می‌شده. لی با استفاده از این ابزار سنتی هم داره با ظرافت حکومت نظامی در کشورش رو زیر سوال می‌بره و هم قواعد سفت و سخت مدرنیزاسیون و صنعتی شدن رو مورد نقد قرار میده و با اون مخالفت می‌کنه. وقتی لیبول کارش رو در دهه 80 میلادی شروع کرد، حکومت نظامی تازه تموم شده بود و کره جنوبی داشت دموکراتیزه میشد. لیبول در کارهای اولیه‌اش به آزمون و خطا در این عرصه آزاد تازه پرداخت. او به جای اینکه آثاری برای عرضه در گالری‌ها بسازه، ملبس در یک هیئت غریب و هیولاوار برای اجرای آثارش مستقیم قدم به فضای عمومی گذاشت. با ورود به فضای عمومی در این حال این سوال براش مطرح شد که چه چیزایی میتونن عمومی بشن و چه چیزایی پنهان میمونن. در جستجوی پاسخ، نمایشگاهی از عکس‌های اجراهاش در یک دستجوی عمومی برگزار کرد. جدا از تحریک‌آمیز بودن این ایده، شاید بشه گفت اجرا در فضای عمومی از ملزومات کار لیبوله.
maybe it's the only way to represent herself. شاید این تنها راه بازنمایی خودش بوده. اون یه هنرمند جوان بود، بدون اینکه نهادهای دولتی حمایتش کنن. از طرف دیگه صحنه هنر معاصر کره جنوبی هم هنوز جهانی نشده بود. بنابراین تنها کاری که میتونست بکنه که صداش شنیده بشه این بود که بره بیرون و یه کاری با بدنش انجام بده. این تنها چیزی بود که مجانی بود. در دهه 90 میلادی مجسمه‌های عجیب لیبول که ایده‌شون رو از لباس‌های غول‌پیکرش گرفته بود، شهرت جهانی پیدا کردند. توی یکی از مجموعه کارهای جدیدش به نام سایبورگ یا انسان ماشینی، پیکر انسانی با اندام حشرات و قطعاتی ماشینوار در هم آمیخته. این موجودات ترکیبی در این حال ارجاعاتی به فرهنگ روز کره جنوبی دارند. Obviously, one can read. مسلماً میشه سایبورگ‌های اون رو تحت تأثیر مجسمه‌های کلاسیک دید. اما وقتی اولین بار این کارها رو دیدم، خیلی من رو یاد مانگاهای ژاپنی انداختن. نسل او شاهد نوعی رابطه خشن بین ژاپن و کره جنوبی بوده. کره جنوبی از اوایل دهه 20 میلادی برای 36 سال در استعمار ژاپن بود و به همین دلیل وارد کردن فرهنگ پاپ یا مردمی ژاپنی در کره جنوبی تا اواخر دهه 90 ممنوع بود. در این دوره ممنوعیت نسل جوان هنرمندها دوست داشتند که درباره فرهنگ و هنر مردمی ژاپنی یاد بگیرند و مانگاهای ژاپنی تاثیر فرهنگی بسیار زیادی در اواخر دهه 80 و اوایل 90 داشتند. بعضی از مجسمه های لیبول در این بازه زمانی از مد لباس رایج اون دوره تاثیر گرفته. این کارها بازتابیان از اقتصاد مصرفی جدیدی که در جامعه دموکراتیک کره جنوبی در حال رشد بود. با این حال لیبول میگه در این کارها به دنبال ستایش کورکورانه مصرفگرایی نبوده. در بعضی از کارها تاکید فراوانی روی کار دستی ظریف انجام شده وجود داره. در بعضی کارهای دیگه او اعضا و جوارحی ناقص و فلج و تکه تکه رو نشون میده که به ماشین تبدیل شدن. خود هنرمند میگه میخواسته کار ارزون و طاقت فرسایی رو به یادمون بیاره که پیشرفت اقتصادی کره وابسته به اونه. موفقیت لیبول در عرصه بین المللی به نوعی بازتاب دهنده موفقیت کره جنوبی در عرصه تجارت جهانی هم هست. از سال 2000 میلادی به بعد لیبول شروع کرد به ساختن کارهای عظیم مثل اینی که پشت سر من میبینیم. کارهایی که به آمال و آرزوهای یوتوپیایی یا آرمان شهری در عرصه معماری قرن 20 می‌پردازه. آثار معماری گونه لیبول زیبا و در این حال خشنه. در این کارها داربست‌های صنعتی و تزئینات نقره‌ای مجلل در هم بافته شدن. معلوم نیست این شهرها در حال ساخته شدنند یا در حال فروپاشی. این رویاهای مدرن به ویرانه شبیهند. اونها دنیاهای خیالی پرزرق و برقی در مرز ویرانی هستند. کره جنوبی یک روند خیلی سریع و بی سابقه مدرن شدن، صنعتی شدن و دموکراتیک شدن رو پشت سر گذاشت. و فکر میکنم در طول این روند یک نوع احساس از دست دادن یک رویای آرمان شهری بین همه ما به وجود اومد. یک آرمان شهر شکست خورده و فکر میکنم این راه لیبول بود برای این که با این احساس از دست دادن درگیر بشه. این کار یک کلان شهر پست مدرن رویاوار رو ترسیم میکنه. طرحش از طراحی‌های مدرنیستی اروپایی و روسی به علاوه طرح ساختمان آیا صوفیه استانبول گرفته شده. اما مثل اغلب کارهای لیبول یک وجه سیاه و مخوف و بی‌ثبات داره. تمرکز لیبول بر شکست‌های مدرنیته باعث میشه آثارش از بستر تاریخی کره جنوبی فراتر بره. یکی از آخرین کارهاش به رخدادی با ابعاد جهانی میپردازه.
این کار به فاجعه هیندنبورگ در سال 1937 ارجاع داره، وقتی که یک بالون آلمانی آتیش گرفت و بر نیوجرسی سقوط کرد. با این حال لیبول مدام در کارهاش به کره جنوبی برمیگرده. یکی دیگه از کارهای جدیدش به 300 نفری میپردازه که در حادثه واژگون شدن کشتی مسافربری کره جنوبی در سال 2014 کشته شدند. این حادثه دلخراش به تغییرات سیاسی بزرگی در کره جنوبی انجامید و به نظر میاد لیبول میخواسته با ساخت این اثر به این رخداد تاریخی ادای احترام کرده باشه. هرچند لیبول مدام رخدادهایی رو که بار سیاسی سنگینی دارن دستمایه کار قرار میده، با این حال هنرمندی نیست که پیام سیاسی واضحی در کارش باشه. When we had a artist talk. وقتی که یک گفتگو با هنرمند در گالری هیوارد داشتیم، او به ما گفت که یاد گرفته چطور یک زبان هنرمندانه رو به کار بگیره که با مسائل سیاسی درگیر میشه، اما نه به طور مستقیم. چون به واسطه بزرگ شدن در خانواده‌ای که سابقه سیاسی دارن، او مجبور شده که یاد بگیره چطور در شرایط مشخص طوری حرف بزنه که فرصت‌های آیندهش رو برای حرف زدن از دست نده. Take away future opportunities of her to speak up. با این حال این سوال به وجود میاد که آیا ممکنه توفیق بین المللی باعث بشه هنرمند خودش رو ملزم بدونه که به نماینده ملتش در برابر مخاطبی جهانی بدل بشه؟ این ایده بین المللی کردن جهان هنر فرصت‌های بی سابقه‌ای رو برای هنرمندهای غیر غربی و غیر اروپایی به وجود میاره. اما در عین حال هنرمندی مثل لیبول مجبور با این بار نمایندگی کردن ملتش کنار بیاد. او همیشه به عنوان یک هنرمند اهل کره جنوبی طبقه بندی میشه و همیشه او رو با شرایط کره جنوبی نسبت میدن. البته این اجتماع جالبی از هنرمندها و نمایشگاهگردانهای بین المللی رو به وجود آورده. درسته ما مجبوریم که همیشه زیر پرچم ملی خودمون باشیم، اما مسئله مهم اینه که ما همه با هم باشیم. ما میتونیم توی این جایگاه جدید تثبیت شده با هم گفتگو کنیم. لولا ایکس وای زی هنرمندی اهل اریتره است که در لندن زندگی میکنه. اون از معدود هنرمندایی که با یه ساز تجربی که بهش دستکش میمون میگن آهنگسازی میکنه. سازی که با آهنگسازا امکان میده با حرکت دادن بدنشون موسیقی الکترونیک بسازن. شمنت نا شمنت نا شمنت نا هو شمنت نا شمنت نا هو شمنت نا شمنت نا شمنت نا هو شمنت نا شمنت نا هو شمنت نا شمنت نا شمنت نا هو شمنت نا شمنت نا هو شمنتنا کلمه ایه که من از اول تا آخر ترانه مثل یه ذکر نجواش میکنم. اسم من لولا مبراتوه. فامیلی من اسم کوچیک پدرمه و فامیلی پدرم اسم کوچیک پدرش. این سنت ماه. یادم در کودکی پدرم همیشه از من میپرسید لولا اسم چیه؟ فکر کنم من تا 5 نسل رو یادم بود و جواب میدادم. اسم من لولا مبراتو کیدان هاگوس بسایه و اون میگفت آفرین. دونستن ریشه هام به من قدرت میداد. اما تصور کن که بیای لندن. حالا شاید اسمت باعث بشه که کار پیدا نکنی یا خجالت بکشی از اسمی که داری. در واقع شمناتنا سوالی از خداونده که چرا ما و مردم ما و اسم ما رو فراموش کردی؟ سیستم کار این دستکش‌ها شبیه ریموت کنترل تلویزیونه. دستکش‌ها از طریق وای فای به اینترنت وصل هستن و حسگر حرکات انگشت دارن. من برای هر کدوم از موزیک هام روی کامپیوتر تعریف کردم که هر بار این انگشتم رو خم کنم دستگاه چه صدایی بده. اینطوری.
اگه به این برنامه نگاه کنی میبینی که هر بار من یکی از انگشتام رو خم میکنم دستگاه نوت مربوط به خودش رو به صدا در میاره. I smile, you laugh, I sneeze, you cough, I jump, you fly, oh what a way to live a life of sunny days. I heard the weather got in your way, but when the gods cry, flowers bloom, birds arise, giving birth to a new sky. Walking down the meadows of those then, I see you. اگه انگشت اشارم رو خم کنم و به این شکل ضربه بزنم میتونیم صدای درام رو بشنویم. اینجوریه که این دستکش ها کار میکنن. اونا حرکت و جهت دست رو تشخیص میدن و حسگرهای قوی دارن. مثل اتاق خیالی پر از سازهای مختلف میمونه که باید همیشه یادت باشه هر ساز و کجاش گذاشتی. این فقط یه کار نظری نیست و در واقع عمل کرد و تکنیک انگشتان تصمیم گیرندن. من میخوام چیزی رو خلق کنم یا از اون مهمتر چیزی در درون منه که باید ثبت بشه. تکنولوژی این فرصت رو فراهم کرده که بتونم در لحظه اثرم رو خلق و ضبط کنم. سرزمین یا لند عنوان فیلم جدید بابک جلالی، فیلمساز ایرانی مقیم بریتانیا است. اگه فیلم‌های قبلی اون مثل رویاهای رادیویی یا داستان‌های مرزی رو دیده باشین، می‌دونین که جلالی در اغلب فیلماش به افراد حاشیه‌نشین جامعه توجه می‌کنه. در فیلم جدیدش هم اون به شرایط سخت و ناعادلانه زندگی گروهی از سرخپوستای آمریکا می‌پردازه. تماشا با بابک جلالی درباره فیلم جدیدش گفتگو کرد. مرکش، what can I do for you? Can you give me a couple cans? I'll pay you tomorrow. Afraid I can't do that. داستان درباره یک ارتباط سرخپوستا و سفیدپوستا آمریکا در حال حاضر. یک خانواده سرخپوست توی یک رزرویشن در ایالت نیو مکزیکو زندگی میکنن و ارتباط اینا با سفیدپوشتانی که در شهر در مرز این رزرویشن زندگی میکنن و با ارتش امریکا. رزرویشن توی این جنگ هایی که بین کسایی که تازه رسیدن آمریکا و فکر کردن آمریکا رو کشف کردن که نکردن بلکه آمریکا وجود داشت و سرخپوستا زندگی میکردن اینجا، تو این جنگا و قراردادهایی که بسته شد که میزان زمین بهشون دادن، مثلا یه جور دولت خودشون رو دارن. بعضیاشون مثلا نزدیک شهرهای بزرگه که اونا بعضیشون بهتره و بعضیشون واقعا تو برهوتن، یعنی هیچ چی اون دور و بر نیستش. I am not at liberty to accept this. چرا این داستان رو انتخاب کردم واسه فیلم؟ این بود که دو دلیل داره. دلیل اول اینه که تو سینما تنها سرخپوستایی که می‌دیدیم فیلم‌های وسترن قدیم بود. کاوبوی‌ها و سرخپوستا می نژاد وحشی بودن همیشه
هیجا انسان نبودن توی این فیلم، توی سینما، و زیاد فیلم درباره زندگیشون در حال حاضر ندیدیم توی سینما. و واسه من خیلی عجیب بود که تو وسط آمریکا، ثروتمندترین کشور دنیا، گذاشتن مردم اینطوری فراموش بشن. واسه من فرق نداشت بازیگر حرفه‌ای باشن، نابازیگر باشن. چندین اعلامیه فرستادیم دور آمریکا و کانادا برای آدم بومی کانادا و آمریکا. صدها آدم ویدیو فرستادن یا حضوری اومدن. و کسایی که انتخاب کردیم، خب به خاطر بازیشون من انتخاب کردیم، همین که شباهتی داشته باشن، چون خانواده قرار باشن. مثلا یکی از بازیگرام که نقش برادر الکلی رو بازی می‌کنه، تا حالا فیلم بازی نکرده. خودش قبلا واسه 30 سال مشکل خیلی سختی با احتیاط به الکل داشت، تا حالا بازی نکرده بود. بازیگر برادر بزرگه یه فیلم بازی کرده قبلا، ولی بیشتر کارهای استانت انجام میده تو فیلم. مادر خانواده که خانم 80 ساله ای، از سن 67 سالگی شروع کرد توی سریال بازی کردن و بقیه نابازیگر بودن همشون، یعنی کسایی که تا حالا هیچ تجربه جور دوربین نداشتن. What are you doing home? What's going on, Rick? Ray. Floyd's gone, Mama. They brought the letter earlier today, Mama. این سومین فیلممه و تقریبا بیشتر بازیگرهایی که استفاده کردن تو فیلمم نابازیگر بودن. راستش رو بخوام خودم ترجیح میدم اینطوری کار کردن. واسه این فیلم به خصوص همه سرخپوستا که اومدن چیز اودیشن کنن، یا خودشون یا یک نفر از خانواده‌شون همچین تجربه‌ای داشتن که خیلی تلخ بود. یعنی واقعا یعنی تجربه زندگی شخصی خودشون یا مادرشون یا پدرشون یا پسرشون. واسه همین از این نظر یکم راحت تر بود باشون کار کردن. مثلا اون صحنه گریه پسر برادر بزرگه، یا اینکه مادره وقتی بیاد نامه رو میگیره که پسر کوچیکش توی جنگ کشته شده. ویلما که نقش مادر بازی میکنه، خانم 80 ساله است که دو تا از پسراش فوت کردن، در سن 11 سالگی از خانوادهش جداش کردن، بردنش این بوردینگ سکولایی که می‌خواستن ببرنش مثلا سفیدپوستشون کنن، یه جورایی دین و مذهبشون رو تغییر بدن و زبونشون رو تغییر بدن. و از سن 10 سالگی تا 17 سالگی مادر پدرش ندید. وقتی برگشت خونه فهمید پدرش مرده، چون 3 سال قبلش. و تجربات خیلی تلخی داشتن همش. میگم واقعا خیلی تلختر از داستانی که من نوشتم. واسه همین وقتی بازی ازشون میگرفتم، یه جوری انگار خاطرات خودشون رو داشتن فکر میکردن و میآوردن به فیلم. And action. Very calmly, open the door and come out. So we're not in a rush. Okay. We can take all the time. We're not in a rush. You just slowly open the door. طبیعتا من نه آمریکایی ام، نه خودم سرخپوستم یا نژاد بومی آمریکام. واسه همین فیلم‌های قبلی هم یه جورا به ایران رفتم. فیلم اولم که تو ایران ساختم، فیلم دومم درباره گروه ایرانی توی آمریکا بودش. گذشته خودم ربطی نداره با این سوژه این فیلم. ولی چیزی که شبیه فیلم‌های قبلیم بود اینه که همه‌شون درباره یه جورا انسان‌های گم شدن. یعنی یه جورایی هنوز انگار تلاش دارن می‌کنن جاشون توی دنیا یه جورایی پیدا کنن. و چه باشه گروه مرزنشین تو ایران، چه باشه گروه مهاجر در آمریکا، چه باشه یه گروه که فراموش شدن مثل این سرخپوستای تو این فیلم. یعنی با همه این بدیایی که نظر شخصی من دولت آمریکا به اینا در 200-300 سال اخیر کرده، هنوز هم می‌جنگن. یه امید کوچیکی که هنوز وجود داره و اون سوجان که من علاقه دارم شخصا توی داستان. They ain't here. The people you're looking for, they ain't here. How's Wesley doing? He's getting better. When's he getting out?
Ain't sure. You should fill up a bathtub with a drop of rubbing alcohol and some bleach. Very little bleach, maybe a drop or two. Make sure you mix it with bubble bath liquid. Soak yourself in this and it'll sort out your hands. It'll clean you right out. It'll also tire you out so you can sleep. You should take it easy with the bleach though. You don't want to turn into a whitey. تماشا اینجا به پایان میرسه. برنامه ما رو میتونین روی وبسایت BBC فارسی هم ببینین. اگه خواستین برنامه و گزارش‌های قبلی ما رو ببینین، به صفحه یوتیوبمون سر بزنین و مثل همیشه از طریق صفحه فیسبوک با ما در تماس باشین. تا برنامه بعد، خداحافظ. But when the gods cry, flowers bloom, birds arise, giving birth to a new sky. Walking down the meadow, saw those thin